گفتگو میکنم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از سرکی های کاظمی سلام میکنم به شما بیانیه نرگس محمدی چه نکات مهمی داره درود بر شما خب خیلی از این بیانیه ما همین امروز هم بیانیه دیگری هم داشتیم که نرگس محمدی اون رو امضا کرده به همراه ده زندانی سیاسی زن دیگه که هم پوشانی هم با همین بیانیه که شما بهش اشاره کردید داره اصولا موضوع حجاب رو دال مرکزی مسائل مربوط به حوزه زنان گرفته به دلیل اینکه اون رو نشانه آشکار و یکی از ابزار مهمی میدونه که حکومت تلاش میکنه به واسطه اون زنان رو از عرصه عمومی سیاست و اقتصاد حذف بکنه از طرف دیگه به تبعیض سیستماتیک و نظاممند علیه زنان در ایران اشاره میکنه تحت حکومت ارتجایی جمهوری اسلامی و اون رو نوعی آپارتاید میخونه اصولا موضوع آپارتاید جنسیتی رو مدتی هست که خانم محمدی و دیگرانی از فعالین زنان در داخل و خارج از کشور روی اون تاکید میکنن به واسطه اینکه ابعاد و بزرگی این ماجرا رو نشون بدن حتی در این بیانیه‌ای که همین امروز هم از زندان از زنان اومد تاکید میکنن که به واسطه حجاب و مسائل دیگه تبعیض علیه زنان و این ساختار نظاممند تبعیض سیستماتیک به حدی ابعاد پیدا و پنهان گسترده ای داره که شاید بخشی از اون رو به راحتی شدید نش... نمیشه دید اما نتیجهش حذف زنان از تمام عرصه هایی که به اونها تعلق داره عرصه های اجتماعی سیاسی اقتصادی و فضاهای عمومی جامعه و تاکید میکنه به اینکه این آپارتاید جنسیتی رو جهان باید به رسمیت بشناسه فکر میکنم با همین بخش قبلی هم که خود شما داشتید گزارش کمیته حقیقت یا ابعاد گسترده ای از این تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی رو میشه در هم در این نامه ها و پیام ها و به هم در این گزارش دید که روزمره زنان ایران با اون روبرو هستن آقای با توجه که بیانیه رو برنده نوبل صلح اونم از زندان منتشر شرکته چه اهمیتی داره؟ و اصولا خانم نرگس محمدی به جهت اینکه برنده جایزه نوبل صلح شده به قولی نجواهاش هم تبدیل به فریاد بلند میشه و در کنار اون اهمیت بند زنان زندان اوین رو نباید نادیده بگیریم هر چیزی که خانم محمدی داره میگه و اون چیزی که از درون بند زنان زندان اوین داره بیرون میاد به نوعی تبلور فضای عمومی جامعه ایران از نگاه زنانه مقاومت جانانه ای که این زنان در بند زنان زندان اوین کردن به عنوان الگویی از فضای کلی جامعه میشه تلقی کرد و نمونه بارزی از مقاومت روزمره زنان معمولی جامعه ایران که در وجود این فعالین سیاسی زندان زندانیان زن و افرادی مثل نرگس محمدی تبلور پیدا میکنه فکر میکنم حکومت هم به اهمیتش واقفه و تلاشهایی که برای قطع ارتباط بند زنان و شخص نرگس محمدی با بیرون زندان و جامعه میکنه ناشی از همینه که میدونه چقدر حائز اهمیته و میتونه تاثیرگذار باشه. آقای کاظمی خیلی ممنونم از توضیحات شما.